اولین استودیوی فیلمسازی در فضا سال 2024 ساخته خواهد شد. شرکت سرگرمی فضایی قراره پروژه ساخت اولین استودیوی فیلمسازی توی ایستگاه فضایی بین المللی رو تا دسامبر 2024 میلادی اجرا کنه. این شرکت یکی از تولید کنندگان یک فیلم با بازی تام کروزه که بخشی از اون قراره توی فضا فیلم برداری بشه. استودیوی فیلمسازی سیوان در فضا میزبان تولیدات تلویزیونی، سینمایی و همچنین رویدادهای موسیقی و ورزشی خواهد بود. احتمالاً بخشی از اونها به صورت پخش زنده برای بینندگان روی زمین پخش خواهد شد. اگه کنجکاو شدین کامل بدونین که ماجرای استودیوی فیلمسازی توی فضا چی و چجوریه با ما تا پایان ویدیو همراه باشید. همراهان چنل ساینتیا سلام. کمپانی سیوان که یکی از تهیه کنندگان فیلم جدید تام کروز توی فضاست از ساخت یک استودیوی فیلمسازی در فاصله 250 مایلی از زمین خبر داد. بریم ببینیم این استودیو قراره به چه نحو باشه. اما قبل از هر چیز ازتون میخوایم لطفاً به چنلمون سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. ایستگاه اکسیوم. این ایستگاه قراره توسط شرکت هوافضای اکسیوم اسپیس ساخته بشه که دو سال پیش قرار داده ناسا برای ساخت اولین ماژول تجاری ایستگاه فضایی بین المللی رو از آن خودش کرد. ایستگاه اکسیوم در سال 2028 از ایستگاه فضایی بین المللی جدا خواهد شد و استودیوی فیلمسازی سی وان همچنان بخشی از این ایستگاه باقی خواهد ماند. البته هنوز مشخص نیست که اکسیوم و ایستگاه فضایی بین المللی به این برنامه بلند پروازانه جامعه عمل خواهند پوشاند یا خیر. هنوز هزینه های ساخت این استودیو مشخص نشده و به نظر میرسه ایستگاه فضایی بین المللی قصد داره هزینه های اونو از طریق جذب سرمایه تامین کنه. استودیو سیوان. دیمیتری و النا لسنفسکی بنیانگذاران کمپانی سی در این باره گفتند که استودیوی سی وان فرصتی باور نکردنی برای بشریت تا به قلمروی متفاوت قدم بذاره و فصل جدید و هیجان انگیزی در فضا آغاز کنه. این مکان خانه‌ای منحصر به فرد و در دسترس برای امکانات سرگرمی بی حد و حصر توی مکانی پر از زیرساخت‌های نوآورانه فراهم میکنه که با خلق دنیای جدیدی از خلاقیت همراه خواهد شد. کمپانی اکسیوم با ساخت این امکانات پیشرفته و انقلابی برای نخستین بار ساختاری فضایی با کیفیت عالی رو فراهم میکنه که امکان گسترش صنعت سرگرمی جهانی 2 تریلیون دلاری رو در مدار نزدیک زمین فراهم میکنه. رقابت برای ساخت فیلم در فضا. اکسیوم شرکتیه که قصد داره امسال تام کروز و داگ لیمان رو به عنوان کارگردان به ایستگاه فضایی بین المللی بفرسته تا دومین فیلم تاریخ در فضا رو مقابل دوربین ببرند. پیش از این روسیه هم از ساخت فیلمی در فضا خبر داده بود و عوامل این فیلم در اکتبر 2021 یک سفر 12 روزه و موفقیت آمیز برای فیلم برداری به ایستگاه فضایی بین المللی داشتند تا در این زمینه از رقبای آمریکایی خود پیشی بگیرند. فیلم روسی درباره یک جراحه که باید یک کیهان نورد بیمار رو توی فضا عمل کنه، چون شرایط پزشکی اون مانع از بازگشت اون به زمین برای درمان میشه. این فیلم قراره اواخر امسال اکران بشه. به پایان یه ویدئوی دیگه از چنل ساینتیا رسیدیم. لطفاً نظراتتون رو برامون در بخش کامنت بنویسین و به همون بگین آیا میدونید که فیلم سینمایی بلندی که برای اولین بار در فضا فیلم برداری شد چه نام داشت؟ به نظرتون راه حل مسئله عدم تطابق سریع بدن با فشار توی فضا چیه؟ خوشحال میشیم اگر این ویدیو رو دوست داشتین روی دکمه لایک بزنید و همچنین ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید.
تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار.